As it is unpopular to say, much of it's true at the United Nations. But you know, as we are شاید خوشایند نباشه گفتنش، ولی ما اینجا هستیم و در این مخالفتمونو با چنین رژیم نامشروعی نشون میدیم. همین الان دبیر کل سازمان ملل نهار رسمی خودش رو دایر کرده و رهبران کشور اونجا هستن، اوباما اونجاست، نخست وزیرها و سران کشورهای مختلف، و الا اینکه محمود احمدی نژاد رفته باشه یک ساندویچ فروشی، اون هم احتمالاً در اون جلسه است. این خیلی محیط جالبیه. پس من در چندین نوبت از این مراسم ها حضور داشتم. آدمای معروفی کنار هم هستن اونجا و خیلی ساده است اگر میخواید یک برخوردی داشته باشید با یک رئیس کشور دیگه که برید اونجا و اونو ببینینش. و این برای من یک آزمایش است از این که آیا اوباما و یا احمدی‌نژاد واقعا میخوان با هم صحبت کنن. اون چی که اوباما امروز گفت در رابطه با اینکه قبلا گفته بود در رابطه با دراز کردن دستش به سوی رژیم، این فرصتی هست برای این کار، یا مثلا احمدی نژاد همین کار رو بکنه. ولی اینها دست همدیگر رو نمی فشارن و این نشون میده که قدرت افکار عمومی چقدر است و که رئیس جمهور آمریکا تحت تاثیر قرار میده که این کارو نکنه. و مهمه که به احمدی نژاد اون مشروعیتی که نداره ندیم و نگذاریم که اینطوری وانمود کنه که نماینده ملتیه یا یک دولت مشروعیه. میتونیم بگیم که ایران یک تمدن با افتخاریه، ولی امروزه متحدین این رژیم ایران بعضی از دولت‌های مثل گوشاوز هستند. این نشون میده که چقدر این رژیم ایزوله است و چقدر مهمه که اجازه ندیم احمدی نژاد مشروعیت دیپلماتیک پیدا کنه و به انحراف بکشونه افکار عمومی رو درباره ماهیت واقعی خودش و ماهیت رژیم سرکوبگرش. نیازی نیست من به شماها بگم که چه اتفاقاتی در ایران افتاده در این سالها، اینکه پاسداران و بسیج چطوری کنترل به دست گرفتن، در حالی که در غرب یه سری آدم ها نگاه میکنن به ایران میگن آه خب این دیکتاتوری مذهبیه و آخونده حاکمن، ولی ایران در اساس یه دیکتاتوری نظامیه با یک سخت و سرپوش مذهبی. و انتخابات تقلب آمیز سال گذشته باعث شد که ایرانیان از همه اقشار به خیابون ها بریزن و تظاهرات بکنن و اعتراض بکنن. در تظاهرات های مسالمت آمیزی که توسط این رژیم به خون به خاک و خون کشیده شد و از خشونت استفاده شد برای اینکه این رژیم در قدرت بمونه، هر ناظر بی‌طرفی میتونه ببینه که این رژیم نامشروع، نامحبوب
مردم ایران، جوانان ایران نمیخوان این رژیم رو و شیوه زندگی متفاوتی میخوان. آنها تحصیل کرده هستند و چنین حکومتی رو نمیپسندن، حکومتی که تقریبا اقتصاد ایران رو نابود کرده به خاطر سوء مدیریت و به خاطر چپاول از منابع نفتی و اساساً اقتصاد رو به عقب برده. من فکر میکنم که دلایل متعدد دیگری هست که مردم ایران اگر شانس بیان آزاد اراده خودشون رو داشته باشن این حکومت رو نفی میکنن و این سپاه پاسداران رو نفی میکنن. آمریکا و سایر دموکراسی‌ها در جهان باید ببینن که سیاست ما در مقابل چنین رژیمی چه باید باشه و این سوالیه که فوریت داره، چرا که این رژیم نه تنها سرکوبگر و مستبده، نه تنها اوبسون خودش رو سرکوب میکنه، بلکه همین ویژگی ها رو و مشخصات رو ابراز میداره در سطح جهانی و این بانکدار مرکزی تروریسم این رژیم و از تروریست های مختلف در عراق، در افغانستان حمایت میکنه و دنبال سلاح های هسته‌ای هستش. وقتی همه اینا رو ادغام میکنیم میبینیم که دلایل پایه‌ای و اساسی وجود داره که چرا احمدی نژاد و کره شمالی رابطه نزدیکی دارن و این رژیم از تروریسم و سلاح‌های هسته‌ای دنبال می‌کنه و جامعه بین‌المللی باید تأکید کنه که این رژیم نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه، چرا که اگر به سلاح اتمی دست پیدا کنه تهدیدات آن بسیار بزرگ خواهد بود. نمیتونیم دل خودمون رو خوش کنیم که چنین سلاح‌هایی استفاده نشده از جنگ جهانی دوم به بعد و اینکه این هرگز اتفاق نخواهد افتاد، من اینو قبول ندارم، به خصوص در رابطه با رژیم‌های دیکتاتوری مثل ایران. و باید بگم که اینها محدود نمی کنند خودشونو. من فکر می کنم که این دستیابی سپاه پاسداران به سلاح هستومی باعث میشه که کشورهای دیگر منطقه به این سلاح دست پیدا کنن و معنی این اینه که در یک مدت زمان کوتاه، مثلا 5 تا 10 سال، یک نیم دوجین از کشورها مسلح به سلاح هسته‌ای خواهند شد. من بسیار خطرناک و بی‌ثبات کننده خواهد بود تا نقطه‌ای که حتی اگر یک قدرت دموکراتیک، یک دولت دموکراتیک در ایران به قدرت برسه، بقیه رژیم‌های در منطقه سلاح هسته‌ای خودشون رو رها نخواهند کرد و دستیابی رژیم ایران به سلاح هسته‌ای در حال حاضر یک تهدید جدی است. موضوع فقط غرور ملی نیست، بلکه ریسکی است به همه شهروندان عادی که میخوان زندگی صلح‌آمیز خودشون رو داشته باشن و ریسک درگیری هسته‌ای رو نداشته باشن. بنابراین من فکر میکنم که این ما رو به این سوال اساسی میرسونه که سیاست ایالات متحده آمریکا چه باید باشه و به نظر من میرسه که تنها راه حل دراز مدت به مشکلی که رژیم ایران به وجود آورده سرنگونی این رژیم هستش که
دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره.